با درود. همینان ارجمندم، برخی مواقع اینجا و اونجا میبینیم که دسته ای از سلبریتی ها، اصطلاحاً سلبریتی به کسانی میگن که یا بازیگر سینما هستن، کارگردانن یا خواننده هستن در موسیقی، این تیپ مردم رو بهشون سلبریتی الان میگن دیگه، افراد مشهور تو جامعه. اینها اینجا اونجا گاهی وقتا بیانیه صادر میکنن، اظهار نظراتی میکنن، نامه ای مینویسن و وقتی نگاه میکنیم به رفتارهای اجتماعی و سیاسی اینها، خیلی از هموطنان آزرده میشن و حتی پرخاش میکنن، اعتراض میکنن که اینها در جامعه چی میگن، چه کاره هستن و جریان چیست. خواستم در این مورد یکی دو مطلب رو باتون در میون بذارم. نخست اینکه کسی که میره به دنبال هنرپیشگی سینما یا به دنبال خوانندگی که خواننده معروفی بشه، اکثرشون، نه همه، همیشه به هر حال عده‌ای هستن که خلاف قاعده هستن، ولی اکثرشون به دنبال شهرت هستن و به دنبال ثروت هستن و خب انگیزه انسان هم هست، میخوان پولدار بشن، مشهور بشن و از راه ساده بتوانن یک شبه راه 100 ساله برن در جایی که اصلا مردمشون توجه کنن، ازشون امضا بگیرن و با بازی در یه فیلم یه چند صد میلیون بگیرن یا اینکه یک کنسرت موسیقی اجرا کنن، پول هنگفتی بگیرن. این انگیزه ای کسی بوده که رفته تو این فضا. طبیعتاً این فرد آدمی نیست که از مطالعات ژرف و خیلی عمیقی در مسائل سیاسی و تاریخی و اجتماعی برخوردار باشه. عمدتاً اهل کتاب و اهل قلم نیستن، برخی حتی صحبت ساده هم نمیتونن درست انجام بدن و این ویژگی این قبیل افراد نه فقط در جامعه ایرانی بلکه در همه کشورها. از این رو نباید ما خیلی شگفت زده بشیم که اینها چرا در فلان نامه یا فلان بیانیه اینگونه گفتن و به اصطلاح نونو دارن به نرخ روز میخورن. این ویژگی این تیپ افراد ما، هنرمندان ارزنده، دلسوز، میهن‌پرست و آگاه و باسوادی از جمله برای نمونه آقای پرویز صیاد و متاسفانه از این دست خیلی نداریم. بنابراین برخی از هنرمندان که به راستی از نظر دانش، از نظر رفتار اجتماعی، از نظر حس مسئولیت به کشور در یه جایگاه ویژه‌ای قرار دارن، ولی بخش بزرگی از اینها به دنبال ثروت و شهرت بودن، امروز هم زد و بند میکنن با منابع قدرت، با حکومت و گاهگاهی خوشرخصی میکنن برای گرفتن یک امتیازاتی. مطلب دوم درباره سلبریتی ها یا تیپ بازیگران سینما و خوانندگان اینه که باز هم میگم بخشی از اینها، بخش قابل توجهی از اینها، به خاطر اینکه در هر جامعه زندگیشون، روش زندگیشون خیلی لیبرال تر از و بازتر از میانگین جامعه هست و طبیعتاً یه سری تابو شکنی ها یا ساختار شکنی هایی در زندگیشون هست، نقاط ضعفی در اختیار یک حکومتی قرار دادند که این حکومت به زندگی فردی مردم کار داره و میکوشه با گرفتن نقاط ضعف جامعه رو کنترل کنه. از این رو فلان بازیگر یا هنرپیشه یا خواننده یا کارگردان که فلان نقطه ضعف رو داره، حالا اعتیاد داره یا یه رابطه به طور غیر عادی با جایی یا با کسی داشته، از ترسش هر زمانی که بهش فشار بیارن و ازش بخواهن میاد و به خاطر خوشرخصی جلوی منابع قدرت کاری میکنه که اصلا شاید بهش باور نداره. اون چی که مهمه، من فکر میکنم که ما ارج بگذاریم به هنرمندان واقعی، قدرشون رو بدونیم، بدونیم که اونا در کنار ملتن، بدونیم که اونا به کشورشون فکر میکنن، با وجدانن و آگاهن و اون بخش بزرگی رو که به دنبال شهرت و ثروت هستند، آدمهای عموما سطحی هم هستند، نه خیلی جدی بگیریمشون، در این حال که ممکن است هنرشون بهره میگیریم و از موسیقیشون یا از یک فیلم زیباشون ممکنه لذت ببریم، در مورد مسائل کلان سیاسی و اجتماعی اینها رو چندان جدی نگیریم و بهشون بها ندیم. هر کسی در جای خودش میتونه کار درست انجام بده و اینها وقتی در جایگاه نوشتن نامه سیاسی یا از این دست کارها قرار میگیرن واقعا در جای خودشون نیستن، بنابراین بهتر چندان اعتنایی نکنیم. سپاس از توجهتون.